ظاهرا صدای حق طلبی باشندگان حوزه غرب برای حضور در بدنه حکومت روز به روز بیشتر می شود. اهالی غور مقیم هرات در این نشست اعتراضیشان از ادامه بی‌احمیری سران حکومت نسبت به این ولد انتقاد نموده می گویند قوری ها در دو دهه اخیر به عنوان کلکششان دیده شدند. ما قوری ها کادرهای بسیار زیاد داریم، اما به آن اندازه که در ولایت های همجوار به همشهری های ما سم داده شده، شما در جریان قرار دارین، نه تنها بلکه در ولایت غور به غوری ها سم داده نشده، به حوزه جنوب غرب هرات، بادغیس، فرا و نیمروز نیز سم داده نشده. ای از هر من شمس است. شما ببینیم که در ولایت پنجشیر چند نفر وزیر پیشنهاد میشه، در حوزه جنوب غرب یکی نمیشه. باید به خواست و حق مردم توجه صورت بگیره و نقش غوری ها را در حکومت فعلی که مشارکت ملی هست و این حق مسلم غوری هاست، به معنای گدایی کردن، به معنای یک چیزی به مظلومیت خواستن نیست، بلکه حق است. ما شهید دادیم، ما قربانی دادیم. آنان میگن با آن که همواره باشندگان غور برای تاکید مردم سالاری در انتخابات های گذشته حضور فعال نداشتند، اما در عوض از حضور هرم قدرت دور زده و مورد بی‌مهری قرار گرفته که به گفته آنان ادامه این وضعیت دیگر قابل تحمل نیست. غوری ها در انتخابات های قبلی نقش بسیار ارزنده و بسیار برازنده ای داشتند. در تمام انتخابات ها از حکام فعلی و حکام قبلی اعلام حمایت کردند، در انتخابات نقش فعال داشتند. متاسفانه وعده های زیاد از سوی سران حکومت صورت گرفت، اما متاسفانه هیچ کدام تحقق پیدا نکرد. اگر به گوش به صدای فعالین مدنی حکومت محلی و مرکزی گوش نده و امکانی بستن ادارات محلی توسط مردم غور وجود داره. شکر کنندگان از در این نشست با خوانش قطعنامه چند ماده ای از رئیس جمهور غنی و عبدالله خواستند تا با حفظ شایسته سالاری زمینه حضور همه اقوام در حکومت فعلی معیا نموده و در غیر آن برای رسیدن به حقوقشان دست به دادخواهی های بیشتری خواهند زد.